سلام و وقتتون بخیر بینندگان گرامی و خوش اومدید به بحث روز. بحث امروز ما که در خدمت جناب آمانج زیبایی عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران هستیم، در مورد روابط یا عادی سازی روابط اعراب و به ویژه عربستان با اسرائیل و همچنین مسئله عادی سازی روابط ایران و عربستان رو هم در این بحث روز به گفتگو خواهیم گذاشت. جناب زیبایی خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون کردستان هستم. خیلی ممنون از حضورتون جناب زیبایی. یعنی این مسئله عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل به کی برمیگرده و تا امروز چطور پیش رفته از نظر شما؟ ببینید، ما اگه یه چشم اندازی به قبل از این عقد پیماننامه ابراهیم بیندازیم، میبینیم که چنین روابطی یک شبه حاصل نشده و نتیجه کارهای مستمر و متداول این کشور است. اگر ما بخوایم یه تاریخ رو به دقیقی اشاره بکنیم، باید به سال 1992 و سمیناری با اسم اسلو باید به اون برگردیم. در این پیمانی که در اسلو در نروژ در سال 1999 منعقد شد، درسته ما میتونیم از دو جنبه به این مسئله نگاه بکنیم، از مواردی که کشور اسرائیل با کشورهای عرب تونسته در اون این نتیجه رضایت بخش باشه و موافقت آمیز باشه، و جنبه دوم نتیجه که متاسفانه مورد قبول کارنامه‌اش مورد قبول واقع نشده. ببینید، در اسلو در سال 1992 زمینه برای عادی سازی روابط در سطح تقریبا میشه گفت پنهانی و در سطح دستگاه‌های امنیتی مؤثر شد، ولی کم کم و با گذشت سالها و همین اعتماد سازی بین اسرائیل و اعراب، این توافقنامه ها مراحل جدید و شکل جدیدی به خود گرفتن که در نهایت در سال 2020 تونست به عهدنامه ابراهیم منجر بشه. خب درسته، یعنی اول یعنی عهدنامه ابراهیم رو دیگر کشورهای عرب امضا کردن همچون امارات، اما امسال و تا یکی دو ماه گذشته دیگه مسئله بر اینه، یعنی تاکید رسانه ها به ویژه بر اینه که خود کشور عربستان میخواد روابطش رو با اسرائیل عادی بکنه و در این زمینه هم دارن کار میکنن و میخوانم مسئله فلسطین رو هم از این یعنی حل کنن به طریقی که خودشون میخوان به توافق برسن. تا این کنون، یعنی در امروزی که ما داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم، تا این لحظه شرایط چطوره و چطور پیش رفته این پروسه؟ ببین که اگر من در این سوال شما هم باید به چند بخش تقسیم بشه. ببینید، روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی به خصوص میشه از دو جهت بهشون پرداخت. ببینید، روابطی که جنبه گروهی داشته مثل همین اسلو اینا و روابط دو جانبه، تا قبل از قرارداد ابراهیم متاسفانه روابط دست جمعی اسرائیل با کشورها در خصوص جمعی، من اگه عرض بکنم، متاسفانه به شکست انجام میده و یا کارنامه قابل قبولی نداشته، ولی در روابط دو جانبه بین اسرائیل و یک کشور ما شاهد موافقتهایی بوده ایم. ببینید، یعنی جناب زیبا، یعنی قبلا رابط یک کشور مستقل عرب با اسرائیل بوده، اما به صورتی که اعراب خودشون تصمیم بگیرن و رابطشون رو به صورت کلی عادی، یعنی به صورت عادی سازی بخوان با اسرائیل کار کنن، چیز تازه‌ای. بله بله، قبل از قرارداد ابراهیم چیز تازه‌ای نبوده، چون ما میدونیم که سال 1000 در سال قبلیتون من پاسخ درسته مسئله اسلو رو مطرح کردم. بله بله، از سال 1992 زمینه برای این آماده سازی شده برای عادی سازی رابطه بین اسرائیل و دیگر کشورها. ببینید، ما میتونیم به مصر اشاره بکنیم، به کشور مصر که بعد از جنگ
عرب و اسرائیل اولین کشوری بود که روابط عادی سازی با اسرائیل رو شروع کرد. بعد از اسرائیل ما میتونیم به کشور اردن اشاره بکنیم و بعد از این قرارداد ابراهیم که چهار کشور عربی دیگه نیز به این پیمان اضافه شدن، امارات، مراکش، سودان و بحرین، اینا کشورهایی هستن که در حال حاضر روابط عادی دقیقاً اگه دقیق‌تر بگیم این کشورها در حال عادی سازی روابط در تمام سطوح دیپلماتیک هستند. من میخوام در اینجا به این اشاره بکنم که اهمیت این قرارداد به این جای برمیگرده که ترامپ رئیس جمهور سابق و رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در هنگام عقد قرارداد ابراهیم که خود امریکا هم یکی از طرفین بود و در اونجا ترامپ اشاره کرد که پنج کشور دیگه من جمله عربستان در حال اضافه شدن به این قرارداد هستند. ببینید اما آقای جناب زیبایی، اهمیت عربستان، چرا که عربستان داره رهبری کشور عربی رو میکنه، اگه یعنی عادی سازی عربستان با اسرائیل چقدر اهمیت داره؟ بدون تردید عربستان یکی از کشورهای پرنفوذ و یکی از کشورهای قدرتمند منطقه است و در همان حال هم یکی از کشورهایی که رقیب جمهوری اسلامی ایران هست در منطقه و ما میدونیم که این چنین قراردادهایی در حوزه کم کردن نفوذ جمهوری اسلامی و ملیشیاها و احزاب وابسته و نیابتی صدر جمهوری اسلامی هستند که منجر به بستن چنین قراردادهایی میشه و ما میدونیم که اگر قبلا کشوری مثل آمریکا به چشم یک مهره به سعودی نگاه میکرد، بعد از قرارداد ابراهیم و بخصوص بعد از نشست رهبران کشورها در سازمان ملل که همان گونه که بن سلمان در شبکه فاکس نیوز هم به این اشاره کرد و خود حکومتی های ایالات متحده نیز به این حرف رسیدن که دیگه کشور سعودی یک شریک قدرتمند ایالات متحده در منطقه، اگر آمریکا میخواهد در منطقه بماند و نفوذ خودش رو همچنان باقی بذاره در منطقه به همراهی و همکاری در تمام سطوح به عربستان سعودی احتیاج داره. ما میدونیم که الان عربستان سعودی آلترناتیوهای دیگری همچون چین و روسیه نیز در دسترس دارد. ایالات متحده برای اینکه این کشور به آغوش عربستان، به آغوش چین و روسیه نرند، مجبور هست که بیشتر به این کشور قدرتمند توجه بکنه. درسته. خب جناب زیبایی، یکی از مسائلی که اخیرا مطرح شده و گویا خود عربستان هم از فلسطینی ها و به ویژه محمود عباس خواسته که خواسته هاشون رو فرموله کنن و تحویل عربستان و کشور عرب بدن تا راه حلی رو پیدا بکنن برای اینکه مشکل فلسطین هم حل بشه. به نظر شما این مسئله به چی ختم میشه؟ عقلانه ترین شیوه، یعنی عقلانه ترین کاری که از نظر من حکومت خودگردان فلسطین میتونه در این مورد انجام بده، همینه که بتونه از این قرارداد به چشم یک فرصت نگاه بکنه، بتونه ازش استفاده بکنه. ببینید هر موقع که اسرائیل و امریکا بخواهند با یک کشوری بخصوص با کشورهای عربی رابطه داشته باشند و رابطه دیپلماتیکشون رو عادی بکنند، خود امریکا و اسرائیل امتیازاتی حالا خواه مخفی یا آشکارا به این کشورها دادن. ببینید ما در سودان دیدیم که کشور سودان رو از لیست ترور در آوردند و بدهیاشو چشم پوشی کردن و کمکای بلاعوض به این کشورها کردن. در بحرین همین جوری بوده. ببینید وقتی که این قرارداد ابراهیم شروع شد، امارات یکی از متحدان و دوستان بلا معنی بلا حضور عربستان سعودی است و
خود همین اضافه شدن امارات در این نشانگر این هست که در آینده نه چندان دور حتما عربستان نیز به این پیمان‌نامه خواهد پیوست. اما در راجع به سوال شما باید من عرض بکنم که سران فلسطینی میتونن از این فرصت استفاده بکنن و خب جناب زیبا، یکی از مسائلی که مطرحه ظاهر اعراب و اسرائیل بیشتر هدفشون از فلسطینی ها خود محمود عباسه تا اینکه جهاد اسلامی یا حماس. به نظر شما حماس و جهاد اسلامی با اینکه ایران بخواد کاری رو انجام بده و همسو بکنه این دو جریان رو با خودش و نخواد مسئله فلسطین حل بشه، آیا این میتونه تأثیر یا ضربه ای رو بزنه به این توافق ابراهیم؟ ببینید خود جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی همواره در صدد درست کردن تنش و زیاد کردن اختلافات بوده در تمام کشورهای همسایه، بخصوص در بین اعراب، و خواسته خودش رو به عنوان منجی نشان بدهد. همان گونه که میبینیم درست در همین زمان هم صحبتهای از عادی سازی و روابط بین ایران و عربستان به گوش میخوره، ولی ما میبینیم با این حوادثی که در چند روز گذشته و چند ماه گذشته رخ داد، میبینیم که واقعا روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با عربستان سعودی روابطی کاملا شکننده از و اصلا قابل اعتماد نیست. ما میبینیم که در سطح در نشست خبری بین وزرای امور خارجه دو کشور به خاطر عکس پاسدار تروریست قاسم سلیمانی مجبور به تعویض اتاق شدند. دیروز شاهد بودیم که تیم فوتبال الاتحاد با سپاهان اصفهان دیدار نکرد به خاطر وجود مجسمه و تندیس قاسم سلیمانی. و ما میبینیم که اعراب و به خصوص عربستان سعودی برای گذر از این بحران حتما احتیاج داره که به امنیت و به ثبات اقتصادی دست پیدا بکنه. ببینید همین پیمان ابراهیم باعث شد که یک مسیر جدید اقتصادی از هند به امارات متحده، به خاورمیانه و به اروپا منجر شد. یعنی پیمان ابراهیم یک مسیر اقتصادی رو درست کرده که میتونیم در آینده نه چندان دور این واکنش ها رو ببینیم. ولی جمهوری اسلامی به هر کجایی که رفته با خود ویرانی، گرانی و اختلاف برده. ما میبینیم در بحرین چه به سر حوثی‌ها و مردم بحرین میارن، ما میبینیم که در کشورهای همسایه دیگه حاصل نفوذ جمهوری اسلامی چی بوده. خب جناب زیبایی، رسیدیم به پایان برنامه. اگه در پایان یه جمع‌بندی داشته باشیم، سطح این روابط و در کل میگیم، یعنی روابطی که میان اعراب وجود داره با ترکیه وجود داره و در کل منطقه چطور خواهد بود و آیا نظم نوینی میخواد شکل بگیره در این منطقه؟ من از نظر بنده قابل پیشبینی نیست که بگم نظم نوینی در حال تدوین هست یا نیست، اما من میدونم که بر این میبینیم که عربستان سعودی داره با سرکار آمدن بن سلمان داره نقش جدیدی رو نه در منطقه بلکه در سطح جهانی بازی میکنه و کشورهای به قول اول قدرت‌های جهان محتاج به عربستان هستن، چه از نظر انرژی و چه از نظر ایدئولوژی، که ما میدونیم که عربستان یکی از کشورهایی که ادعای رهبریت جهان اسلام سنی رو داره و خود جمهوری اسلامی نیز یکی از علل تنش در منطقه بوده و اعراب به چشم من میخوام اینو به عرض شما برسونم که جمهوری اسلامی خودش باعث به وجود آمدن پیمان ابراهیم شده. یعنی پیمان ابراهیم، اگر من خلاصه عرض شما بکنم، پیمان ابراهیم حاصل شرورت ها و شرارت ها و دستندازی های سران جمهوری اسلامی در منطقه. خب جناب زیبایی، خیلی خیلی ممنون از حضورتون، رسیدیم به پایان برنامه. خیلی ممنون از شما و دوستان و همکاران گرامی در پورت کانال و بینندگان عزیز.
خیلی ممنون و بینندگان گرامی، این بود بحث امروز ما و خدا نگهدارتون.